بسم الله الرحمن الرحیم. به یک دیگر از جلسات مضمون کیمیای صنف 11 هم خوش آمدین شاگردای عزیز. در این جلسه به ادامه مبحث جلسه قبلی که ما شما داشتیم در مورد محلول ها بود. در این جلسه انشاءالله روی غلظت محلول ها مباحث خود شما با بحث انشاءالله میگیریم. در جلسه قبلی ما شما روی عوامل مؤثر در تشکیل محلول ها علی خصوص محلول های آیونی خونده بودیم که دو عامل اساسی برای تشکیل محلول ها بود. محلول های آیونی یکی از او عوامل عبارت از ماهیت ماده منحله بود. مثلا ما گفتیم که دو مرکب مثل خود سدیم کلراید اگر ما مقایسه کنیم با پتاسیم آیوداید خیلی زیاد میتونه که منحل در آب باشه، در حالی که سدیم کلراید خیلی زیاد منحل در آب نیه. و اگر باز بیایم با کلسیم هایدروکساید یا با کلسیم کاربونیت بیایم مقایسه کنیم که خیلی زیاد کلسیم کاربونیت کم منحل در داخل آب می باشه. به هر صورت یعنی اینا بستگی به ماهیت مواد خود مواد منحله داره، در حالی که همگی مرکبات آیونی هن ولی انحلالیت اینا در آب متفاوته. بحث دومی حرارت بود که با افزایش حرارت بعضی از مرکبات آیونی انحلالیت از اونا زیاد می شد. بعضی از محلول های آیونی مرکبات آیونی انحلالیت اینا در داخل آب با افزایش حرارت بی تفاوت بود، خیلی تغییر نمی آمد. اما در بعضی از مرکبات برعکس تاثیرات منفی داشت که با افزایش حرارت انحلالیت مواد در او کاهش پیدا میکرد یا کم میشد. ببینین ابتدا ما یک جدول داریم از تاثیر حرارت روی خود انحلالیت مواد، یک جدول داریم که جدول میخوایم یک خلاصه توضیح به شما بگم، باز میریم به خود غلظت محلول ها. در این جدول ببینیم نام مشخصات چند تا مرکب ما شما داریم. اول مرکبات مثل سلور نایتریت داریم، باریم هایدروکساید، سکروز داریم، کلسیم هایدروکساید، پتاسیم کلراید، پتاسیم آیوداید، لیتیم کلراید، لیتیم کاربونیت، سدیم کلراید و سدیم نایتریت می باشه. اینا رو آمده مقایسه کرده نظر به افزایش درجه حرارت. خود درجه حرارت به سانتیگراد اینجا حساب کرده، در 0 درجه، در 20 درجه و در 60 و در 100 درجه سانتیگراد. اینا با هم مقایسه میشن که ببینیم کدام مرکب زیاد منحل در آب و کدام مرکب کم منحل و کدام مرکب بی تفاوت میباشه. مرکب اولی که سلور نایتریت داریم در 0 درجه 122 گرم در 100 گرم آب حل میشه. یاد شما باشه که این جیب مقدار آب یا میزان آب قطعی و ثابته، یعنی 100 گرم. در 100 گرم 122 گرم از سلور نایتریت در داخل 100 گرم آب حل میشه، پس خیلی منحل در آب میباشه. و آیا حرارت هم تاثیر داره سر انحلالیت از ای یا نه؟ ببینید زمانی که 20 درجه سانتیگراد حرارت داده میشه، یعنی از 0 به 20 رفت، میزان انحلالیت از ای میرسه به 216 گرم که ببینید تقریبا نزدیک به دو برابر در 20 درجه سانتیگراد تغییرات در اون میایه. و در 60 درجه سانتیگراد به اندازه 440 گرم حل میشه، باز همون رقم افزایش پیدا کرد و در 100 درجه سانتیگراد به اندازه 733 گرم حل میشه. و اما در قسمت مرکب بعدی باریم هایدروکساید باید بگیم که ابتدا 67.1 گرم حل میشه در 0 درجه سانتیگراد، باز حرارت زمانی که 20 درجه شد میرسه انحلالیت از این به 38.9 او اشار کمی تغییر آمده، یا در کتاب شما نقطه ازور یا مو اشار کمی پیش آورده، او 38.9 3.89 38.9 گرام حل میشه و زمانی که به 60 درجه سانتیگراد برسه 20.94. یعنی به این معنا که انحلالیت باریم هایدروکساید با افزایش درجه حرارت کم میشه. و مرکب بعدی سکروزه، باز هم میبینیم افزایش پیدا میکنه چون حالت تصاعدی داره، زیاد میشه انحلالیت از او، کلسیم هایدروکساید کم میشه. و مرکب بعدی پتاسیم کلراید باز هم افزایش پیدا میکنه، پتاسیم آیوداید خیلی تغییر میاد در او، لیتیم کلراید همچنان افزایش پیدا میکنه، منتها افزایش خیلی زیاد نه، ولی باز هم نسبت به سدیم کلراید که در پایین از او قرار داره میبینیم انحلالیتی و باز هم افزایش پیدا میکنه. لیتیم کلراید میبینیم تغییرات از او رو به برعکس، هرچه که حرارت زیاد میشه انحلالیت از او کاهش پیدا میکنه یا کم میشه که در 0 درجه 1.54 گرم بوده، اما در 100 درجه سانتیگراد بوده 0.85، یعنی خیلی کم شد. و مرکب سدیم کلراید به 0 درجه 35.7 گرم حل میشه در حالی که به 100 درجه 39.2،
این میتونیم بگیم خیلی حرارت رو انحلالیت از این تغییر ایجاد نکرده. سودیم نایتریت مرکبی که در 0 درجه 73 گرم و در 100 درجه 180 گرم، یعنی میتونیم بگیم که باز هم در این خیلی زیاد میتونه حرارت تاثیرگذار باشه. بر صورت پس در این جدول ما شما میفهمیم که یک تعداد از مرکبات آیونی هستند که با افزایش حرارت انحلالیت اینا زیاد میشه، یک تعداد خیلی کم زیاد میشه، یعنی بی تفاوت میگیم اونها، یک تعدادی هم هست که تاثیرات برعکس یا معکوس میتونه داشته باشه. هر چی که ما حرارت زیاد میکنیم انحلالیت از اونها کاهش پیدا میکنه. موضوع بعدی درسی که خود ادامه مبحث جلسه قبلی بود، مبحثی که امروز ما شما رو از او زیادتر بحث داریم، بحث غلظت معلول های. غلظت اصطلاح انگلیسی از او به نام کانسنتریشن میگن، اما قسمی که در سلاید میبینین کانسنتریشن به معنای غلظت. غلظت خود از او چی هست؟ ببینین از ما شما در سابق هم اصطلاح غلظت استفاده میکردیم، امی حال کم شکل عوام از او استفاده میشه، مثلا گفته میشه محلول غلیظ. زمانی که یک میزان غلظت در خود میتونیم بگیم مایعات وجود داشته باشه، غلظت چگونه به وجود میایه؟ آب خالص که ما شما هیچ وقت کلمه غلیظ یا غلظت به او استفاده نمیکنیم، در حالی که اگر یک مقدار ماده منحله در داخل از او حل کردیم، این باعث میشه که غلیظ بشه و او زمان ما شما تعریفی از غلظت داریم و باز میگیم که این غلظت پیدا کرده. خود غلظت پس چیه؟ نظر به همین مفهومی که ما از او میگیریم، میگیم که مقدار ماده منحله در فی واحد حجم محلول ها و یا فی واحد کتله محلل ها را به نام غلظت محلول یاد میکنن. یعنی ما زمانی که یک ماده منحله، یک میزان کتله از ماده منحله در داخل یک محلل حل ساختیم، این باعث میشه که غلظت به وجود بیاید. بر اساس فرمول هایی که ما اینجا داریم میتونیم که غلظت همچنان دریافت بکنیم. در پایین شما میبینید در فرمول هایی که اینجا داریم سی مساوی میشه به n بر v. سی به معنای غلظت یا کانسنتریشن، این میشه مول ماده منحله و وی هم به معنای حجم محلول میباشه. یا میتونیم بگیم سی مساوی میشه به ام بر وی، یا میتونیم بگیم غلظت یا کانسنتریشن مساوی میشه به ام، یعنی کتله ماده منحله تقسیم بر حجم محلول، و یا هم میتونیم بگیم سی مساوی میشه به ان بر ام زبر، ان به معنای مول های ماده منحله، ام زبر هم به معنای کتله محلل میباشه. یعنی هر کدوم از اینا میتونه تعریف کننده غلظت باشه، یا مقدار کتله ما به گرام حساب میکنیم، یا به مول حساب میکنیم، و یا هم محلل ما به حجم محلول در نظر میگیریم، و یا هم کتله خود محلل به عنوان محلل میشناسیم که در داخل از او وقت ماده منحله حل میشه، اون ما شما به نام غلظت یاد میکنیم. خب ببینین مبحث بعدی داریم خود مول، چون کلمه مول جدیدن ما شما خوندیم، پس لازمه که تعریف مول بفهمیم ما شما. مول خود از او چی است؟ مول عبارت از مقدار ذرات یک ماده منحله می باشه یا یک ماده در کل، فرق نمی کنه که این ماده به چی حالت. بیشتر وقتا ایر به گاز نسبت میدن، به صنف دهم هم شما ایر خوندیم خود به گاز نسبت میدن، که یعنی به مواد جامد و مایع هم ما تقریبا ایر میتونیم نسبت بدیم. بنوی عبارت از مقدار ذرات یک ماده که به اندازه عدد آووگادرو باشه. عدد آووگادرو چیه؟ عدد آووگادرو یک عددیه که مول به اساس از او تعریف میشه. مقدار ذرات یک ماده که به اندازه عدد آووگادرو باشه، یعنی به اندازه 6 اشار 0.22 ضرب 10^23 ذره در ترکیب یک مرکب وقتی که وجود داشته باشه، او ما به نام عدد آووگادرو یاد میکنیم. یعنی این عدد آووگادرو میتونه که خود مول باشه، یعنی تعریفی از موله. و یا میتونیم به اساس رابطه ریاضیکی او تعریف بکنیم که میگیم عبارت از حاصل تقسیم کتله داده شده یک ماده بر کتله اتمی یا کتله مولکولی همان ماده میباشه. میزان کتله که داده میشه برای ما شما تقسیم کتله مولکولی یا کتله اتمی یک عنصر یا مرکب بکنیم، اون زمانه که میتونیم ما شما مولر دریافت کنیم، و فرمول از او n مساوی میشه به m کوچک بر m بزرگ. در این فرمول n میشه خود مول، ام به معنای کتله داده شده، و ام بزرگ کتله مولکولی مرکب می باشه. خب ببینین اگر ما شما مول را این رقم تعریف کنیم، مثلا میگیم که یک مول از مرکب از فرض کنیم از عنصر سودیم، یک مول سودیم میگیم به اندازه اینجی مول و اینجی هم ذرات میگیم، یک مول اتم سودیم به اندازه 6 اشار 0.22 ضرب 10^23 اتم ذرات داره.
در ترکیب خود خو این مقدار اتم ذرات داره. و اگر ما یک مول اکسیژن را بگیم، اکسیژن چون به شکل مولکولی در طبیعت یافت میشه، پس بنان به شکل اودو نوشته کردیم، این هم به اندازه 6.022 ضرب 10 به توان 23 مولکول ذرات داره. و اگر ما شما یک مول از مرکب H2SO4 یا سلفوریک اسید را بگیم، باز هم به اندازه 6.022 ضرب 10 به توان 23 مولکول ذرات داره. پس بنابراین ما شما میگیم که مقدار ذرات یک ماده که به اندازه عدد آوگادرو باشه، اون ما به نام مول تعریف میکنیم. یک مول هر ماده به اندازه 6.022 ضرب 10 به توان 23 ذره در ترکیب از او وجود داره. به اساس فرمولی که تعریف کردیم، باز از رو از این فرمول هم میشه به اساس گرام بر مول ما میشه که به اصطلاح یک مول مواد در هر نوع مواد در میتونیم که ما به اساس این فرمول دریافت کنیم که فرمول هست فرمولی که ما شما در سلاید داریم، این مساوی میشه به ام کوچک بر ام بزرگ. به اساس از این فرمول فرمول دریافت مول این مساوی به ام کوچک بر ام بزرگ. ببینیم سوالایی داریم یا به اساس این رابطه ما میتونیم مول مواد دریافت کنیم. در اینجی مثال اولی برای ما آورده شده، پرسان شده مقدار 200 گرم سودیم چند مول میشه. ما گفته نمونه که چند چیز در اینجی باید ما شما یاد داشته باشیم. اولا خب سمبول های عناصر برای ما خیلی ضروره که باید بلد باشیم. فرمول های مولکولی یا فرمول های کیمیاوی مواد در همچنان باید ما یاد داشته باشیم. و کتله های اتمی عناصر هم برای ما شما ضروره باید بلد باشیم. در اینجا سوال برای ما گفته شده که 200 گرم سودیم، عنصر سودیم 200 گرم، ام مساوی میشه به 200 گرم. 200 گرم Na یا سودیم چند مول میشه؟ مقدار مول از این شما بگین. خب ببینین در این چی کتله اتمی برای ما شما نگفته، کتله اتمی سودیم ثابته، کتله اتمی سودیم هسته 23 گرم بر مول. خب این کتله سودیم که ما اینجا گفتیم کتله اتمی از این ثابته و به داخل هر قسم مرکب یا به هر موقعیت یا به هر جایی که نامی از سودیم برده میشه کتله از اون ما ضرورت داشته باشیم. کتله او همون 23 که باید ایر حفظ باشین که باز به بعض جاها کتله چون برای شما نمیگن دیگه باید ایر حفظ باشین که باز به اساس از او بتونیم سوال رو کار کنیم. خب میریم مول از ایر دریافت میکنیم، این مساوی میشه به جا ام قیمت رو نشته میکنیم 200 گرام و به مخرج هم داریم 23 گرم بر مول. قیمت از اون می نویسیم، کتله اتمی از اون. واحداتی که به هم اختصار میشن اینا رو اختصار میکنیم، گرام به گرام اختصار شد. اینجی 200 تقسیم 23 میکنیم، قیمت خود این رو به این شکل دریافت میکنیم، این مساوی میشه 200 تقسیم 23 8. اینجا اگر ما ضرب کنیم 8 3 24، 8 16 16 و 2 میشه 18 184 و اینجا 16 دیگه باقی میمونه. اشار اینجا اضافه میکنیم 160 160 6 باید بزنیم 6 3 18 و 6 دو 12 12 و 1 میشه 13. از 5 که 3 کم شه ایمونه 2 دیگه 22 باقی موند. 8.6 بس همه قدر کار کردیم، 8.6 مول میشه. پس بنابراین
مقدار 200 گرم سودیم وقتی که ما خواسته باشه مول از این دریافت کنیم 8.6 مول میشه. مقدار مول از این به این شکل ما شما دریافت میکنیم. سوال بعدی داریم مقدار 392 گرم سلفوریک اسید چند مول سلفوریک اسید میشه. حال فرق نمیکنه که چی عنصر باشه و یا هم مرکب باشه، به هر صورت یعنی به هر دو حالت ما میتونیم که خود میزان مول های از اون به همین حالت دریافت کنیم، از همین رابطه استفاده میشه. میریم به این مثال و این مثال کار میکنیم. مقدار 392 گرم داریم از مرکب سلفوریک اسید، مرکب H2SO4 می باشه. سلفوریک اسید کتله مولکولی از زیر برای ما شما نگفته، فقط مول رو گفته شما دریافت کنید. ببینید کتله های مولکولی چی رقم ما دریافت میکنیم. مرکب H2SO4، H2 هایدروژن، خود هایدروژن عنصری که کتله اتمی و یک کتله های اتمی رو با هم دیگه جمع میکنیم، یعنی خود کتله اتمی عنصر با ضریبی و ضرب میکنیم، باز جمع میکنیم با عناصر ترکیب شده در داخل یک مرکب، نهایتا کتله مولکولی مرکب دریافت میشه. میشه یک ضرب ضریب، خب میشه ضرب دو جمع سلفر است 32، جمع اکسیژن است 16 ضرب 4. این میشه 2 جمع 32 جمع 4 16 میشه 64. خب نهایتا اینا رو جمع کنیم میشه 98. پس کتله مولکولی مرکب هست 98 گرم بر مول. به این شکل کتله مولکولی مرکب دریافت میکنیم. ما شما کتله اتمی هیدروژن 1 ضرب ضریب خب میشه ضرب 2 جمع سلفر 32 جمع اکسیژن 16 ضرب ضریب خب میشه ضرب 4. 1 2 میشه 2 جمع 32 خود از او جمع 4 16 تا میشه 64. وقتی اینا رو جمع کنیم با هم دیگه میشه 98. خلاصه کتله مولکولی از این مرکب 98 شد. کتله مولکولی مرکب ما شما دریافت کردیم. حالا میریم به این فرمول قیمت میگذاریم و ما شما سوال خور کار میکنیم. به اساس فرمول 392 گرام تقسیم 98 گرم بر مول این مساوی میشه. واحداتی که به هم اختصار میشن اونا رو اختصار میکنیم، گرام با گرام اختصار میشه، در نتیجه 392 تقسیم 98 اگر سر 4 اختصار کنیم میشه 2 4 تا به 8 تا، سر 4 اختصار نشد پس تقسیم میکنیم 392 تقسیم 98. اگر 4 بزنیم اینجا 4 8 32 حاصل از 3 4 9 36 36 تو هم 3 میشه 39. خب پس بنان این یا مول از این میشه 4 4 مول میشه، جواب از این 4 مول شد. خب پس اگر مقدار 392 گرم از سلفوریک اسید داشته باشیم میزان مول های از او میشه 4 4 مول ما شما دریافت کردیم. و سوال آخری داره ما شما مقدار 2 مول از سدیم کلراید چند گرم کتله داره. اگر مول گفته شد باز کتله از او ما چی رقم دریافت میکنیم. ببینین باز هم به این قسمت ما شما مقدار مول برای ما شما گفته، مول ما پس داریم. مقدار 2 مول سدیم کلراید چند گرام کتله داره، یعنی گرام های از او ما شما دریافت میکنیم. خب سدیم کلراید اینجی فرمول از او باید ما شما ابتدا بنویسیم. سدیم کلراید NaCl
سودیم کتله اتمی پیشتر ما شما گفتیم در سوال اولی کتله سودیم هست 23، جمع کلورین هم هست 35.5. خب وقتی اینا رو جمع کنیم میشه 58.5. 58.5 گرم بر مول. خب ببینید به این قسمت مول داده شد و کتله مولکولی هم داده شد. حالا ما میخواییم که مقدار گرام ها به دست بیاریم. به اساس رابطه ای که اینجا داره ما شما میشه که ما ببینید این مساوی به ام کوچک بر ام بزرگ، از این رابطه استفاده میکنیم. چون ما میخواییم که ان رو پیدا کنیم میشه که از قوانین تناسب استفاده کنیم. یک ضرب ام خود ام میشه، ان ضرب ام کنیم، ان ضرب در ام بزرگ به این شکل، یعنی اینا به حالت ضرب قرار میگیرن. پس ام مساوی میشه به ان کوچک ما شما داریم دو مول ضرب در این داریم 58.5. 58.5 گرم بر مول. وایداتی که به هم اختصار میشه اینا رو اختصار میکنیم، مول با مول اختصار میشه، چیزی که باقی میمونه گرامه. دور با 58.5 ضرب میکنیم، پس قیمت ام مساوی میشه به 2.5/10 در 0.1 میشه، 2.8 = 16 = 17 هفده، و 2.5/10 = 10 میشه 11. 117.0 گرام. پس میزان کتله ای که ما برای از این مرکب به دست آوردیم 117.0 گرام، یا صفر پاک هم بکنیم مشکل نداره 117 گرام میشه. پس بنابراین ما شما از درس امروزی که خوندیم نتیجه میگیریم. ما بحث اصلی ما شما بحث غلظت بود که پیشتر گفتم برای شما خود غلظت چی بود. غلظت گفتیم که عبارت از مقدار ماده منحله فی واحد حجم یا کتله محلل، حجم محلول و یا هم کتله محلل. این تعریف خود غلظت بود. و مبحث بعدی ما شما مول بود که ما شما مول رو گفتیم. مول گفتیم عبارت از مقدار ذرات یک ماده که به اندازه عدد آووگادرو باشه. ما به این قسمت ذرات رو به کار نداریم، از لحاظ کتله بحث میکنیم. پس بنان برای دریافت مول یک ماده از فرمول n مساوی به m کوچک بر m بزرگ استفاده میکنیم که به اساس این فرمول میشه که مول مواد دریافت بکنیم. کتله داده شده تقسیم کتله مولکولی یک ماده میکنیم. نظر به این فرمول ما میتونیم که مول مواد دریافت بکنیم و سوالایی هم کار کردیم. و گپ دیگه که اینجی ما شما در نظر باید داشته باشیم برای دریافت کتله اتمی خود مواد، کتله مولکولی مواد یا مرکبات، میتونیم که خود کتله های اتمی هر کدام از عناصر با ضریبی و ضرب کنیم، بعد با همدیگه جمع کنیم، نهایتا کتله مولکولی مرکب دریافت میشه. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز با شما و تا جلسه بعدی که انشالله روی باز هم مبحث بعدی ما شما غلظت ها هست، برای پیمایش و برای اندازه‌گیری غلظت ها از پارامترها یا واحدهای مختلفی وجود داره که ما استفاده میکنیم. و مبحث ما در جلسه بعدی روی دریافت غلظت معلول هایی که چگونه غلظت معلول ها رو ما دریافت میکنیم. تا جلسه بعدی که باز در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم، شما رو به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامیاب باشید.